چه بهتر حالی هست؟ شدی؟ آره عزیز دلم، یکی از بهترین فالوورای من تو هستی که شب و ساعت 12 به بعد یک به بعد تمام وقت لایو مرسی اشاره ازم، خدا. باید لایو برای بچه ها بفرستم، گفتم هر وقت با شادی جون لایو داشتی بزن، چون عزیزم بچه ها صحبت کن. الان ساعت چنده؟ بله دوستان عزیز، آریانا که همه تو میشناسید عالیه، من همیشه لایواشو نگاه میکنم لذت میبرم که فلبداه کلی حرفای خوشگل میزنه که اصلا از وقت من شاخ در میآورم. مرسی 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 مرسی، درود بر شما خانمای عزیز. دیگه چه اوکی خبر فرستادم، خانم، چه بیا میکنید؟ صحبت کنیم. خوبی شادی جون؟ عیدت مبارک، روز نمازت قبول. عید شما مبارک. بله الان روزه بله هستم. آره تو هم خدا رو روزه شد ما داره؟ مسلمونی، ما روزه داریم عزیزم، نمازتون زنده باشید، مال روزاتون شما هم قبول. قبول باشه. ولی اینکه با اینکه شرایط روزه رو ندارم شادی جان، ولی یه دینی رو گردن با مسلمونا میگیرم. بله باید بگیریم عزیزم، دین گردن و وظیفمونه سالی یک بار دیگه تحمل بکنیم و روزه بگیریم و شرایط آدمایی که ندارن باید جمع زنده باشه. بکنیم با سیزده هم به در کجا عزیزم. میری عزیزم؟ هستی زبه یعنی در تو تاب هم عزیزم، جای خاصی نیست، یعنی تو تاب تو دراز خونه کشیدم تو گذاشید. خونه. خب یکی هم همدیگر رو به چالش بکشیم، ولی در حد ماه رمضان و اسلامی. بفرمایید اسلامی بعد دیگه، حرفه اسلامی صحبت میکنیم. بفرمایید شما، بعد شما بالا صحبت میکنید. بفرمایید. خب خب خوش شاید رو بجانی با کم از خودت بگو، خیلی دوست دارن تو رو بشناسن، چون تو فقط لایو میذاری در مورد تبلیغاتی که میکنی در مورد کارت، ولی هیچ وقت از زندگی شخصیت هیچ کی چی نمیدونه. یکم از خودت بگو بشناسیمت. بنده زندگی شخصی ما همه بچه ها میدونن، فالوورام میدونن من 3-4 ساله از همسرم جدا شدم، یه پسر دارم با چه خانوادم جالب، زندگی ولی هیچ میکنم. وقت پسرت تو ویدیوهات یا تو هیچ جا نیوردی، نشون ندادی. من اصلا هیچ وقت تو فضای مجازی اعلام نکردم که جدا شدم یا بچه دارم تا اینکه آقای امین فردین تمام زندگی منو تو ویدیو گفت مجبور شدم، یعنی خیلی ها متوجه شدن که خب من پسر دارم. دوست داری بگی چند سالشه؟ آخه پسر من یه خانواده، من اصلا دوست ندارم تو فضای مجازی اسمی ازش برده بشه، برای همین خب هیچوقت اوکی، پس نمیتونم از اینجا اسمو میایم بذارم. بیرون، فقط به خودت کار داریم الان. چی ریلی یا مجر سینگل؟ نه من اصلا اهل این حرف رو نیستم، میبینی که تمام وقت دارم کار میکنم و دیگه خونه و سر کار دیگه خب اگه چیز غیر از این چیه، خب نیست. ما هممون نیاز داریم به یه شریک زندگی. خب شریک زندگی که خیلی عالی باشه و به وقت خب شما نه الان مراعات منظور کنه. میگم، الان تو زندگی شخصی خود تنهایی با کسی هستی دوست نداری بگی نه تنهایی؟ چند تنها وقت تنهایی؟ تنها خیلی وقت، من اصلا عادت ندارم به این که بخوام کسی رو کنارم قرار بدم باهاش باشم، اصلا این کارا رو نمی کنم، دوست فعلا ندارم، فعلا دوست دوست نداری. خب ندارم. تو بپرس. خب حالا تو به من بگو که تصمیم داری که آه اول به من بگو که سبزی چه بزنی. امروز ما، خب چون من الان روزم، به خاطر اینکه بعد افطار میریم سیزده بدر، آها خب اگر گره بزنی چی آویزون سلامتی میکنی؟ مادر شوهر و پدر شوهرم. من مگه الان مستقلی؟ متعلم، آره یک سالی هست، یک سال متحلی خود از زندگی خدا رو راضی شکر. هستی؟ من همیشه، خداوند همیشه به من لطف داشت و همیشه بهترین ها رو برای من به وجود آورد. ماه رمضان پارسال بود، شب 21 بود، وقتی که رفته بودم حرم و قرآن رو سرم گذاشتم، از آقا امام رضا خواستم که سال دیگه همین موقع با شوهرم اینجا باشم، و آقا امام رضا حرفمون گوش کرد، انشالله شب 21 حرم امام رضایی. خدا رو شد زنده خدا باشه. رو شد. آخه من اصلا نمیتونم از سوال چیز نه فقط بپرسم، سوال اصلا اسلامی بپرس عزیزم. تو ذات هم دیم. من چون تو لایو خب شما رعایت میکنم، میدونم شرط انشالله شما چجوری مثل خودت.
بله شنیدم که حامله من هستی. خدا رو شکر کامل هستم، 2 ماهه هست فکر نمی کنی باید بچه برای سر روزه. داره؟ خب آره درسته، ولی از بچه برام خدا مهمتر. احسنت، من آفرین، از اینو ب... قبول من دارم. حاضرم بچم سقط بشه چون میتونم مادر بشم، ولی نمیتونم 1 روز از روزم بگذرم. اعتقاداتم خونمه، ببین کل زندگیم اعتقاداتمه. اگر امروز من شدم خانم عارفی به خاطر اعتقاداتمه، به خاطر ایمانمه، و نه به خاطر بچه نمیتونم از روزم بگذرم. یه توصیه بر بچه ها نداری؟ بر بچه هایی که روزش نامرئی عزیزم دیده نمیشه. از خانم آریان یاد بگیرید پوشش رو، با توجه به اینکه تو ایران زندگی نمیکنه ولی رعایت میکنه. ببخشید شادی جان، من بچه‌ام گریه کرد، یه شیر دادم. بگو ازم، ادامه بده. اصلا به تو که اینقدر به زنده خانوادت باش، اهمیت بفهم. میدی آریان؟ من سوال آره تو کنم، سوال چند کن. وقت سینگلی؟ والا من حدود 4 سال 4 سال سینگلی. سینگلم. بعد هوای سینگلی چه؟ چه کسی بیاد تو زندگیت که واقعا معرفیش میکنی و باهاش زندگی میکنی؟ چه یک مرد زندگی تو چه خصوصیاتی داره؟ خب آریان، معمولا آقایون شرایط ما رو درک نمیکنن، بله مخصوصا تو ایران، یا شاید مردا موقعیتی که ما داریم و مدام میبریم و دوست ندارن. خیلی از مردا دوست ندارن که خانمشون معروف باشه، همش این برور باشه، سر کارشون بیشتر با آقایونه. خب خیلی از آقایون تحمل نمیکنن. باید مردی تو زندگی من بیاد که شرایط منو درک بکنه و با این مسئله مشکل نداشته باشه. خب، ولی خب مثلا من خودم شوهرم منو تو مجازی پیدا کرد. خب تو مجازی پیدا میکنن ولی بعدا زیر حرفشون میزنن عزیزم، بعد میخوان مطیشون باشی، هیچ کار نکنی، هیچ جا نری، خب به نشین اعتقاد دکان. نداری که نظر تو چیه؟ مثلا من خودم قبل از اینکه مثلا ازدواج کنم، شوهرم مثلا بچه دارشم، مادر بشم، اینا خیلی تو مجازی آزاد بودم، حتی پوششم رو قبلا دیده بودی که چقدر باز بودم. ولی وقتی با شوهرم که الان ازدواج کردیم، رفتیم توی یک زندگی مشترک، من خودم کم کم رعایت کردم چون شوهرم رو دوست داشتم. شوهرم اصلا به من میگفت لخ برو تو لایو آریان، ولی من چون بهش میدونستم که شوهرم چقدر اعتقاداتش چیه، چی دوست داره، خودم الان رعایت میکنم. الان ببین من اصلا همش لباسام پوشیده است، حتی تو خونم پوشیدم که با اینکه محرممه. درسته، آره اینم هستش. یه سری از خانوما اگر واقعا یه مردی رو بخوان تو زندگیشون باشه مطیع میشن، خیلی چیزای رعایت میکنن، ولی من اینجوری نیستم آریان. من بده. حرف خودمه، باید مرد حرف منو گوش بده. ولی آره خب هر کسی ما هم احتمال میزنه، ولی بعد اینکه شما بپرس. عرضم به حضورتون که ماشاءالله چقدر هم خوشگل شدی. داشتم چند روز پیش تتوهات رو نگاه میکردم، این خطی که این بالا کشید من چقدر مادر قشنگ شوهرم شده. تتو کاره. احسن، چقدر خانواده هنرمندی هستید شما. شوهرت چه شوهرم کارفانی هست؟ من به همه کارگر، چون یکی از دلایلی که با شوهرم ازدواج کردم این بود که سقف خونه ها رو درست میکرد. یعنی چی؟ شوهر من بناست، اسمش هاشمه، بهش میگن هاشم بنا. فکر کنم میشناسمش، قبلا خیلی دیدم. خونه های خیلی ها رو ساخته تو منطقه های شما هم زیاد میاد، همون زعفران و فرشته. من به خاطری که با اینکه خب من خودم توی اصلا نیاز مالی نداشتم، شغل شریفی دارم و خیلی کارم همه چی اوکی بود، ولی به خاطر که شوهرم آشنایی ما اینجوری بود که من یه روز خیلی بارون میمد خونمون، بعد این سقف خونه اومده بود پایین، بعد من تو هم خیابون بودم جیغ میزدم اینا، به خاطر که بچم زیر آوار گیر کرده بود، بارون و سقف اومده پایین. بعد به شوهرم میگفت، یکی رفته بودم بیرون، همین گفتم هلپ هلپ هلپ، کمک کمک، تا این آقا هاشم داشت از اونجا رد میشه. بعد گفت خانم کمک نیاز؟ گفتم آره، بارون اومده، سقف خونه من اومده پایین. بعد بنده خدا داشت میرفت خونه، اون موقع 5 بعد از ظهرم بود، بعد اومد تو خونه سری دیگه سقف برام درست کرد، برقا رفت و بعد
اینجا موند و برام خرید کرد و اینا. بعد دیگه همونجا بهم ازدواج گفت بچه داری؟ گفتم آره. گفت چند سالته؟ گفتم 14 سالمه. گفت چقدر زود مادر شدی؟ گفتم خب دیگه شرایط میدونی دیگه، ما خانوادهمون سنتیه، من 9 سالم بود که عروس شدم. بعد به خاطر همین دیگه گفتش که من مجردم اینا، اگه اجازه میدی شب با مادر اینا بیام خونتون. من که گفتم آمادگی ندارم، خب من میدونی که یه زن مطلقم، یه بار طلاق گرفتم، بچه دارم اینا، بچه‌م 9 سالشه اینا. خب مشکلی نداره، خوشم اومده ازت، زن زندگیمو پیدا کردم به اعتقادات و اینا. چون من همون موقعی که داشتم سقف خونه اومده بود، جانمازم پهن بود، داشتم نماز میخوندم. بعد این گفت این چیه؟ گفتم داشتم نماز میخونم بارون اومد. گفت تو زن زندگیمی. همون شد که شب با مادرش و اینا اومدن و خواستگاری و یکم شرایطم سخت بود ولی قبول کردم. احسن نگاه هم اینجا عاشقم شد و شب با مادرش و اینا اومد خواستگاریم. و بعد یکم شرایط هم اگه اجازه است بگم چیا بهشون گفتم برای شرایط زندگی. شرایط ازدواج هم این بود که گفتم که سال یک بار خونه خدا میخوام برم، یعنی حج میخوام برم، این بود شرایط زندگیم. گفتم اگه یک سال نرم طلاق میگیرم. امضا کردیم، یعنی یک سال در سال یک بار حج، و اینکه مهریم یه قرآن شریف بود و یک شمدون و دو تا یه قرآن شریف و دو تا شم، دو تا شم و شمدون و یه آینه بود. همین با یک چادر نماز مهریم این بود. عقدی و عروسی گفتم اعتقاد ندارم. یه شب خانوادگی رفتیم بیرون رستوران غذا خوردیم، بعد همین بود. با گفتم هم که شرطم همین بود، و اینکه سال یه بارم امام رضا میرم، همین بود شرط ازدواجم، قبول کردم. کاش که خانمای عزیز تو پیجم متحول بشن و دست از این اخلاقاشو بردارن، اینقدر مادی نباشن. خانمای عزیز میتونن با خیلی 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 جزئی توقعشون پایین بیارن و ازدواج بکنن. واقعا متحول شدم وقتی دیدم اینجوری ازدواج کردی. من تو ازدواج اولم 2000 تکه مهریم بودش، ولی الان فکر کنم بار دوم ازدواج بکنم یا همچی کاری نمیکنم. منم توی ازدواج اولم که مثلا همین بعد دخترم نجیبه از شوهر اولم بود، مهریم تاریخ تولدم بود 1382 تا سکه طلا بود بهار آزادی، که اصلا بخشیدمش چون گفتش یا بچه تو به، چون به من حضانت بچه نمیدادن، گفتن که یا مهریت رو ببخش یا بچه رو ازت میگیریم. ولی خب تو میدونی که ما زنها مهر مادری تو وجودمونه، یعنی هیچ وقت من نتونستم. گفتم پول ارزش نداره، ببخش من یه روز کار کنم میتونم یه سکه در بیارم، 1000 تا سکه رو میخوام چیکار؟ به خاطر همون بچه‌مو، حضانت بچه رو گرفتم ولی مهریمو بخشیدم. یه تأسفه برای خانمایی که تو زندگیشون اسم مهریه رو میارن، واقعا جای تأسف آریان. یعنی اگر مرد رو بخوای نباید اسم مهریه رو بیاری. اصلا به نظر من زمانی که ازدواج میکنی باید همون روز مهریه رو ببخشی. چقدر قشنگه. اونم میدونی چیه شادی؟ چون من که اصلا به مهریه اعتقاد ندارم، اونم مادر شوهرم سر سفره عقد گفتش که وقتی که داشتن ما رو عقد میکردم مهریتون چقدره. من هیچی سکوت کردم، هیچی نگفتم. بعد گفت برای بار دوم میگم خانم عارفی مهریتون چقدره، بازم هیچی نگفتم. بار سوم دیگه مادر شوهرم اومد کنارم گفت یه عددی بگو. گفتم شما بزرگترمی، تاج سرمی، مادرمی، هرچی خودت میگی. خودش اونجا گفتش تاریخ تولد چند رو گفتم 1382. گفت آقا بزن 1383. تو همونجا زدن 1383. مهریم که بعدشم که من که اصلا تو این چیزا نبودم. من سرم تو زندگیمه، من زندگی دوست دارم، من دنبال پول نیستم. درسته، زنی که واقعا شوهرش بخواد دنبال مادیات نیست. چقدر خوبه که زن ایرانی این چیزا رو. از زمانی که من ازدواج کردم برکت تو زندگیم اومد. من توی همین، من الان 5 ساله که لوله هامو بستم که حامله نشم، چون با ازدواج اولم زود حامله شدم. لوله هامو بستم ولی از ازدواج اولم دیگه 6 ماه طلاق گرفتم که دوباره ازدواج کردم با ایوب. ببین من لوله هامو 5 ساله بسته بودم، باز شد شب عروسی. آره لوله ها باز میشه، بسته که داره دیگه. این وقتی چند تا لوله من کلش رو بسته بودم.
همیشه لوله رو همیشه لوله رو صاحب نگه دار. آخه لوله رو الان هرجوری بنده دوباره آره من میگم میشه. البته مشکل میگم که توی زندگی برکت میاد. من با اینکه لوله هامو بسته بودم، من شب عروسیم دوباره چون برکت زندگیت زیاد بود لوله یه دفعه باز میشه. بله من اصلا خودم واقعا وقتی که همیشه تو لایو این صحبت رو میکنم واقعا از خوشحالی لطف خداوند رو میبینم. من با اینکه لوله هامو 5 سال بسته بودم پیش دکتر خصوصی خانوادگیمون، ولی شب عروسیم باز شد و من فرداش رفتم سونوگرافی، رفتم گفت حامله ای و الان دو تا دوقلو دارم، نجیبه و رسول، یه دختر یه پسر. خدا رو شکر عزیزم، خدا رو شکر اینقدر زندگیت خوبه. به ترک چشم هرکی نمیتونه زندگی تو رو خوشبختی تو رو ببینه. من که خیلی باشی. خب نوبت منه. شادی جون از دوستات چه خبر؟ یه گروهی بودین اول شروع کردی. آره ما زمانی که وارد فضای مجازی بودیم 5 نفر بودیم و البته ما فقط تو تبلیغات می‌رفتیم و رفت آمد آنچنانی نداشتیم که دیگه یواش یواش دیگه یه ذره محتاط تر شدیم، رعایت بیشتر کردیم و بین اون فاصله افتاد دیگه. اون موقع تبلیغات گروهی خیلی خوب جواب میداد، الان هم عالی جواب میده، ولی خب به هر حال ما توی این فضا وظیفه‌مونه که چون توی این فضا داریم فعالیت میکنیم خیلی رعایت بکنیم، خیلی آروم‌تر و محتاط‌تر رفتار بکنیم. درسته. بعد اینکه یک زمانی رفته بودین ترکیه درسته؟ نه من ترکیه هستم، تصمیم داشتم برم ولی نرفتم، دوست ندارم از ایران برم بیرون، راحت دارم زندگی میکنم. خب دیگه اینو بگم. بعد تو این چند وقت خواستگار داشتی؟ آره خواستگار داشتم، بشم کارا میکردم برم انگلیس ولی آخر کار برم زیر حرفا، دوست ندارم از ایران درسته. و یک چیزی که اینو خب خیلی دوست دارن که بشناسنت، بعد این که مثلا این نوع صورت و مثلا این همه حجم ژل دوست داری؟ این همه حجم ژل شاید باعث این شد که من بشنم توی این کار موفق. بله کسی دیگه میدونه که چجوری کار کنه. پس شما آره چون شما برای صورتتون معروف هستید درسته؟ بعد اینکه هر چند وقت تمدید میکنید، چند سیسی میزنید؟ من شاید 4 سال پیش که جدا شدم 2-3 مرحله تزریق انجام میدم پشت هم دیگه، ولی الان نه هر 3 سال 4 2 سال اصلا که تو فاز این نیستم که به صورتم تزریق بکنم چون دیگه پر شده صورتم ویت کنم. آره چون 3 بار میگم بزنی هر 6 ماه پر میشه. آره من پشت هم تزریق کردم و هم دیگه نشست جا. بعد این که بینی تو چند بار عمل کردی؟ من بینی و متحر بودم یه بار. عمل کردم عمل کرد. تو زمان متحر. اگه خیلی دوست داشتی فقط بگو، اگه نمیرم سال بعدی. یکی به نظر فکر میکنی دلیل جدایی چی بوده؟ خب مسلمه من تو زندگیم همه چی داشتم، خیلی راحت زندگی میکردم، ولی خیانت باعث شد که جدا بشم، برای همین اصلا طرفی ایشونه. خب ببین نظرت چیه؟ مثلا من شوهر خودم شادی جان مثلا من آزاد گذاشته، گفته میتونی مثلا چون خب منو تو مجازی پیدا کرده بود و اینا، بعد چون میدونست که من خیلی آزادم اینا، گفته بود میتونی هفته دوبار خیانت کنی به من گفته بود. یعنی تو شما میگی نظرت چیه؟ شما با خیانت مرد مخالفی یا با زن؟ اصلا خیانت مرد و زن نداره، هر دو تاش بده زمان. آخه چون اونم مخصوصا که تو جمهوری اسلامی درست مملکت ایران. درسته ولی چون اصلا شما خیانت کنی درسته بله. خب منم همین قانونن چیزم دیگه، تابع قانونم، ولی اینکه مثلا من شوهرم چون خب من وقتی که مجرد بودم خب دخترم
پسر مجرد بودم، خب زیاد با همه دوست می شدم، خب آزاد بودم، متعهل که نبودم دیگه، به خاطر که اون روش زندگی من دیده بود که من مثلا هر روز با یکی هم گفته بود نگران نباش که مثلا متعهل میشی، وقتی با منم شدی میتونی بری مثلا اشغالتو بکنی. ولی نمیدونم دعا برام گرفتن چی کار کردن که من وقتی که اومدم سر زندگیم همه چی رو فراموش کردم. شما عشق به عشق شوهر تو بچه‌ای که داری انقدر متحدی که تمام حرفا رو فراموش کردی، خیلی خوبه. شما بعد زنده باشی. شاید بقیه یه سوالی، چرا مثلا من وقتی که تا مجرد بودم این دختر خونه بودم مثلا زیاد برام مورد پیش نمیاد، چرا وقتی که یه زن متحل میشه بیشتر دور برش پر میشه؟ مثلا وقتی که دختر بودم یعنی باکره بودم هیچ موردی برام پیش نمیومد که دوست بشن ازدواج کنن، ولی تا همین که ازدواج کردم و مادر شدم الان خیلی مثلا بیشتر پیگیرم شدم. عزیزم پیگیر خودت نیستم، پیگیر مالتن، آویزونت میخوام بشم. خب شما بپرسید. خب به من که گفتی بچه داری، متأهلی، زندگی هم دوست داری، قبلا در مورد خانوادت خیلی صحبت میکردی، الان با خانوادت من معاشرت داری؟ الان دیگه خیلی وقته از زمانی که ازدواج کردم دیگه خانوادم رو گذاشتم کنار، چون خانوادم با ازدواج من مخالف بودن و گفتن اگه ازدواج کنی ما دیگه دور تو خط میکشیم. ولی خب من تا کی میتونستم تو خونه پدریم باشم؟ دیگه الان 18 سالم شده بود، بزرگ شده بودم، باید خودم زندگی میکردم. و اینکه چون مثلا ما خانوادهمون، مثلا ما الان، خب من الان یه خواهر دارم یه برادر، ما 3 تا فرزندیم، دو خواهرم پسرعمومو گرفت، داداشم هم دختر خالمو گرفت. پدر من دوست داشت همه بچه هاش فامیلی ازدواج کنم، من یه پسر عمه داشتم اون میخواست منو بگیره، ولی چون غریبه نمیخواست پدرم بده، گفت میخوام بچه هم دوره برم باشن. و وقتی که من ایوب رو انتخاب کردم گفتش یا پسر عمه تو میگیری یا اینکه از خونم میری دیگه پدر مادر نداری. ولی خب دیگه من بزرگ شده بودم، بالاخره پدر مادر که برای من نمیمونه، شوهر برای من میمونه، بچه میمونه اینا. و اینم دکترم گفته بود که، و دکترم هم بهم گفته بود که اگر مثلا تا 1 سال دیگه اگه مادر نشی، حامله نشی، دیگه هیچ وقت نمیتونی حامله بشی. و تو هم که میدونی در اسلام و در شریعت ما، در دین ما، ما باید فرزند بیاریم. به خاطر همین من دیگه به خاطر اعتقاداتم سریع ازدواج کردم و پدر مادرم الان 7-8 سالی هستن که باشون ارتباط ندارم به خاطر ازدواجم. احسن. خب آریان چی شد که من دیدی با من آشنا شدی؟ چی شد که توجه تو جلب کردم؟ من اینکه اولا اینکه خب میدونی خط قرمز من زنه، چون من اعتقاد دارم زن حرمت داره نه لذت. و وقتی میبینم یک زن 7-8 ساله داره یک تنها تو مجازی کار میکنه و تابع قانون یک کشور، همه چیزش رو رعایت میکنه، آروم میره و آروم میاد، اون میشه برای من اینجا. اینجا تو اینجای منی. و به خاطر این همه تلاشت به عنوان یک زن ایرانی، زن آریایی که ماشاءالله هنر داری و داری کار میکنی و یک تنه داری زندگی تو میچرخی، افتخار منی، رو چشام جا داری. و این باعث شد که جذبت بشم. و یکی اون صورت نمکی که انقدر نمک داره، صدای قشنگه و کارهای با نمکه که دیگه اصلا هیچی نگم. یه چیزی دیگه هم که این اعتقاداتت هم که رو تاج سرمه، اینا باعث شد که جذبت بشم. من خیلی اعتقاد دارم، من زمانی که دارم توی مملکت زندگی میکنم خیلی مطیع هستم، خیلی رعایت میکنم. برای ما توی این فضا فعالیم، تمام کارامون ریز زیر زمینه، وظیفه‌مونه که خیلی زیاده رو رعایت بکنیم. برها دارن مردم ما رو میبینن، خیلی دفعه با تبلیغاتم خیلی رعایت حال مردم میکنم، صادقم با همه، عادت ندارم به خاطر پول تبلیغات بهشون دروغ بگم. و برها ما داریم از این راه داریم پول در میاریم، وظیفه مونه که خیلی چیزا رو رعایت کنیم. با تو میتونی منو به سوال میخوای بری؟ نه نمیخوام برم.